بسم الله الرحمن الرحیم با عرض سلام احترام آرزو دارم جور سادمان باشین بینندای خوب نازنین تشکر که برنامه را تقیب میکنین از پیام های خوب تان سپاس بزارستیم. و ای که در زندگیتان مثبت واقع میشه برنامه ما بر ما جای افتخار است و هدف اصلی هم همیست که بتانیم بهبودی در زندگی هم وطنهای خود بیاریم 28 سنبولی 14 سیده شمسی است کتاب بسیار خوب و مهم The Power of Abed. نوشته چارلز دوهک خدمتتان بیان میکنیم در این کتاب ما و شما فهمیدیم که عادت کارایی است که به صورت اتومات در مغز ما تبدیل میشه بدون مصرف انرژی با کمترین فکر و روزمره انجام میتیم و یادتا دو نوع از مثبت و منفی عادت های مثبت خوب انسان می سازه عادت های خراب و بد انسان تباه میکنه و ایران فهمیدیم که عادت میتونه قابل تغییر باشه اگر ما عادت نو خوده تکرار کرده بریم از عادت بد جلوگیری کرده بریم و اگر یک پاداش هم بر از عادت داشته باشیم تقویت میشه و در نتیجه میتونیم به نتیجه برسیم که مثال های زمین دادن مثلا یک مثال مهمش کریم دندان بود که دندان پاک میکرد ولی کسی اقه خریدارش نبود ولی وقتی یک تمه که یک کمک دانه سرد می ساخت و یک احساس سوزش ایجاد می مردم فکر می کرد که دهانشان خوب پاک شده به خاطر این یک پاداشی که تولید می شود. یک سردی دهن مردم علاقه من شدن یا اسپری بوی گم می ولی کس علاقش نبود اما وقتی یک بوی خوشبوی دو زیاد کردن مردم علاقه من شد چون یک پاداش می گرفتن هم بالاخره به با این قسمت رسیدیم که تیم امو نو یک نوع فوتبال که به نام تیم دوزدان امریکایی بود که همیشه می باخت بالاخره یک مربی وظیفه میگیره و این تیمی که بارها و بارها و بارها باخته به با برد تبدیلشان میکنه چرا بخاطر خاطر کی آدم میگه ما به خاطر از اینکه تیم برنده بسازیم باید عادت بازیکن ها تغییر بدم که کارهای خوبه بدون فکر کردن اتوماتیک انجام بدن و در نتیجه اینا برندام میشن و یادم چی میگه میگم محرکه سر جایش میمونیم پاداش سر جایش میمونیم ما روال کار رو تغییر میتیم در نتیجه برنده شدن نه به دست میارن پیش میریم برنامه سیزده هم است دانچی دانچی همون سرمربی بود پس از آن که در سال 1996 سرمربی تیم دزدان دریایی شد به با بازیکنانش گفت اینها شش دلیلی هستند که ما فکر میکنن ما نمیتونیم برنده شویم این داستان ماها پیش از شروع فصل جدید بود و همه افراد در رختکن نشسته بودند رختکن فهمیدیم جایی که برای مسابقه آمده میشن است دانچی شروع کرد به شنیدن نظریه هایی که همه افراد تیم یا در روزنامه ها خوانده بودند و یا از رادیو شنیده بودند که چرا تیمان ها در فصل آتی امکان ندارد موفق شد ازشان پرسان کرد که شش دلیلی که به نظر شما یا مردم تیم همیشه میبازه چی است دلایل است سعی کنید چی میکنه در این جاسیب شناسی دلیل پیدا میکنه در کارتون شما اول مثلا بازنده است این کار خراب است از دیگرام نتیجه میگیری مثل ما بعضی وقت بر شاگردای خود میگیم که ختم صنف میباشه میگیم شما امی نظریات تانه در مورد استاد نشته کنین در قاغذی نامایی تا نشته باز نشته میکنن باز اون نکات منفی که نشته کردن استاد متوجه میشه کوری اصلاح کنه خب میگه شما مدیریت تیم به شدت آشفته بود سرمربی آنها بی تجربه بود و این اولین تجربه و آزمایی پیش از ایش سر میره برگری نکرده بود نه در جای میره و می میگفت چی میکنیم؟ میگفت عادت تغییر میکنی میگفت نه برو قبولت نداری وضع بازیکنان خوب نبود کل شکست خورده بود روحیشان مردم شهر رحمیتی به تیمشان نمیدادن یک تیم باختگی مثل تیم های ما و شما که میره ما خدای وطن کس استفاده نمیکنه از کسی که روانشناس هست متخصص نیست تیم به اساس واسطه و وسیله جور میشه پول به دیگه سر تیمای ما کار نمیشه سر روحیشون کار نمیشه من خواهش میکنم اگر میخواین تیما برنده شوه از متخصصین کمک بگیرین ببینن تیم تان نه یک دفعه بررسی کنه کجا اشتباه داره ای تیم انگیزه برشون میته روحیه میته بدون دنیای علم امروز چیز پیش نمیرم وطن اون نتیجه ما باخت باخت باخت, باخت است رد خوب، آنها استعداد لازم را نداشتن بازیکنان دانچی گفت اینها همگی دلایل مفروض هستند حالا واقعیت را این اینه میاد دلایل فرض شده ما شماست که تیم روحیه نداره مردم سر ما باور نداره روش های خوب بلد نیستیم این اینی چیزا سبب میشه میبازیم اما گپ مرا بشنید هیچ کس نخواد تانست بهتر از ما نتیجه بگیره با یک تیم شکست کنی یک رهبر خوب برای تیم شکست خورده میگه میگه ایت رای نظری از ما و شما که کس نتیجه خوب نمیگیره چی کس باورش نمیواد این تو... ای تو صبر کنم جور میکنم دانچی توضیح داد که استراتژی از تغییر دادن رفتارهای تیم بود تا حدی که عملکردشان به صورت خودکار تبدیل شود نه تلاش این بود که این رفتار شما خودکار شود کار خوب عمل خوب عمل بازی خوب او باور نداشت که تیم دوزدان آمریکایی با قطورترین کتاب های استراتژی بازی نیاز دارند نه هدفش نبود برین زیاد کتاب روش بخونن چند روش محدود ولی خوب وارد چند روش محدود خوب وارد او فکر نمیکرد که آنها باید صدها چیدمان را به خاطر بسپارند که چطور را دفاعی جور کنن نه این چیزها را میگم کار ندارم آنها تنها باید چند حرکت کلیدی را می و هر بار امانها را صحیح انجام میدادند. چند حرکت کلیدی ولی صحیح یعنی شما دوستان در کارتان وارد باشید اما رسیدن به کمال در فوتبال امریکایی راگبی خیلی سخت است هرم ادواردز یکی از کمک مربی های دانچی در شهر خلیج تامپا گفت در هر بازی در راگبی در هر بازی یک نفر حتما بازی را خراب میکنه بیشتر وقتها به دلیل شرایط فیزیکی هم نیست بلکه ذهنی از بازیکنان زمانی خراب کاری میکنن که شروع به بیش از حد فکر کردن یا تجزیه و تحلیل عمل کردشان در حین بازی میکنن حتما میفته از پیش کسی خراب تا فکر میکنم قدرت بدنیش خوبیش هست اما تا فکر میکنه چی کنم چطور کنم خراب میشه اندیش. چیزی که دانچی میخواست این بود که تمام تصمیم را به خارج از بازی منتقل کنه و برای نیل به این هدف او نیاز داشت که آنها را متوجه عادت های کنونیشان بکنند و روالهای جدید را نیز بپذیرند ای برای بازیکنهای خود گفت که بیادر زیاد شما را من درد سر نمیتم روش های مقلق هم نمیگم دو سه روش خوب یاد میگیرین آنقدر تمرین میکنین که کس دیگه فکر نکنه اوتومات کار باید انجام شن. او کارش را با مشاهده شیوه کنونی بازی از آی تیم شروع کرد دانچی در تمرین صبح ها فریاد زد بیایید روی خط دفاع عقب کار کنیم شماره 55 وظیفه تو چیست در دریک بروکس که به عنوان پشتیبان خارجی بازی میکرد گفت من پوست های دونده پشتی و محافظت را تماشا می کنم دقیقا به چی چیز نگاه میکنی چشمانت کجاست ازش پرسان میکنه بروکس گفت من به های محافظ نگاه میکنم بعد از اینکه تو به دست کوارتر بک رسید چشم من با پوها و لگن است که یعنی حرکاتش ببینم و من به فاصله های خط دفاعی هم نگاه میکنم تا بینم که تیم مقابل قصد پاس دادن دارن یا اینکه کوارتر بگ میخواد به سمت من یا به طرف دیگر توپ را برتاب کند در فوتبال امریکا این سرنخ های بسری به عنوان کلید شناخته می شود و برای هر بازی حیاتی هستند نواوری دانچین بود که این کلید ها را به عنوان محرک برای عادت های بازسازی شده قرار دهد او میدانست که گاهی بروکس یک لحظه پیش از حد لازم برای شروع بازی درنگ می کرد. چیزهای خیلی زیادی بود که او باید در موردشان فکر می کرد. آیا بازیکن محافظه از حالت معمول در حال خارج شدن است آیا حالت قرار گرفتن پای دونده پشتیبان نشان این دارد که قصد دویدن و پاس دادن دارد که صورت عمل رو میگرفت خلاصه گپی که دوستای نازنینه ما خط به خط میخوایم که شما نگوید کتاب ناقص شد اگر نمیشت تنان نکات مثبت شد که کار ماست توجه کنیم خلاصه سر تیم خود کار کرد آنقدر کار کرد که گفت تو مثلا هر کس وظیفه شده تو مثلا در این خط نفر که نزدیک میشه تو چی میکنی گفت چشمایشا میبینم حرکت بازویشا میبینم حرکت پایشا میبینم که اینا تو حرکت کرد مد مقابل کار میکنه این بیخی برش محرک شده بود که اونم کار میکتی اتومات دیگه بدون از اینکه فکر کنه کار انجامش سرعت عمل بالا بود یعنی معنای گپی رو میفهمین هر میخواین در کار وارد باشین سرعت عمل تو نور نشون میده هر کسی که زیاد است یعنی او کار خوب بلد است هدف دانچین بود که ذهن بروکس را از همه این تحلیل ها رها کند درست مثل الکلی های ناشناس و زمان معرکه که بروکس با آنها خو گرفته بود استفاده کرد اما بر های جدید داد که در نهایت به صورت خودکار روی داد. وقتی از بروکس پرسان که دیدین یک کلم تشریح داد کی رسنی گفت نه بچه تو چیزا رو نکن دو کارا بکو خلاص ما از بیست کار تو تیر دانچی با بروکز من میخوام که تو امون کلید ها استفاده کنی اما اول فقط روی دونده پوشی تمرکز کن همین این کار را بدون فکر کردن انجام بده وقتی که در موقعیت قرار گرفتی بدن با کوارتر بک نگاه کن خلاص اینم که کار که تو دست زیاد کار نداری این تغییر نسبتا کوچکی بود چشمان بروکس را غمان معرکا میرفت اما به جای این کم به چند جا نگاه کند دانچی ترتیب آن را مشخص کرد که تو هر طرف سعی فقط این کار کن. و از پیش و پیش با او گفت که باید دیدن هر کلی چه انتخابی را باید انجام داد اوشمندی این سیستم این بود که نیاز به تصمیم گیری را از بین می برد این روش به بروکس اجازه می داد که سریعتر حرکت کند زیرا هر چیز فقط یک واکنش بود و در نهایت یک عادت و به جای این که یک انتخاب باشه انتخاب انرژی بر فکر می خواه. ولی عادت بدون فکر و انرژی انجام میشه بنان با عادت برش کرد دانچی برای هر یک از بازیکنان دستور عمل های مشابه را تعیین کرد و این ساختار را بارها و بارها با آنها تمرین کرد تقریبا یک سال تمام طول کشید تا دانچی ریشه بدواند تیم بازی های ساده اول فصل را باخت نویسندگان ستون ورزشی می پرسیدند که چرا دوست این همه زمان را روی شاطان بازی روانشناسا تلف میکنن مرد ما گفت تو علا وقت از این میکنی کارای روانشناسی بس کوی در تیم نتیجه نمیت اما کم کم آنها شروع به بهتر شدن کردن نهایتا بازیکنان به با قدر بالگو خوب گرفتن که وقتی تیم وارد زمین میشد به صورت خود به خود اجرا میشد در فصل دوم سرمربیگری دانچی دزدان پنج بازی اولشان را بردند و برای اولین بار تای 15 سال به مرحله اسفی رسیدند در سال 1999 آنها قهرمان جام اسفی شدند ده بار سرش شخندی میکنم از کمی ما میگیم ما بیادر سمینار جمع کنی چیزا چی فایده میکنم میگیم کتاب بس که دکتر سب دیوان هستی دی خودش دیوان است نه شخندی نکن نتیجه همه عزیز دلم سعی کو یک تیم بازنده که کلی گیرش خندی می کرد کی روان شناسی رو تیم فوتبال چی اونا برنده شدن یک تیمی که دائم می باخت به برندگی تبدیل شد روش از دقیق از کار میکنه سبک بگیری دانچی شروع کرد به جلب توجه در سطح کشور رسانه های ورزشی هم اونایی که سر میکرد عاشق سلوک آرام خضوع مذهبی و اهمیتی که و هم زمان به کار و خانواده میداد شده بودن مقاله ها روزنامه ها توضیح که چطور پسران شریک و جیمی را با خودش به استودیوم می آورد تا بتواند در زمان تمرین آنها با آنها وقت بگذارد آنها تکالیف مدرسه کارخانگی مکتبشان را در کتابچه انجام میدادن و از حوله های داخل رحکن بازیکنان استفاده میکردند. گویا بالاخره سر و کلی موفقیت پیدا شده بود در سال 2000 دزدان دوباره به با بازی های اسفی رسیدن و سپس در 2001 همین طور 1999 برنده شدن 2001 هم 2000, 2000. را پر میکردن گزارشگران ورزشی هستیم به عنوان شانسی برای رسیدن به سوپر باول یاد میکردن همه اینها در حال پیوستن به واقعیت بود یک تغییر در عادت یک بازنده را برنده میکنه تو نازنینم تغییر در عادت های بر برنده میشی ما برات وعده میتم برنده میشی موفق میشی اصول موفقیت را تشریح کردیم پنج اصل پنج جا اصل جانان از ده هر کارو عملی کنی یکی از بهترین سمینارهای ما بود پنج اصل موفقیت برتان جدا جدا مورا نشر کرده استفاده کنی از دیگه سیمینارهای ما عملی کنین ما وعده میکنم نقص نمیکنین نقص کردین ما در نقصتان شریک اما با وجود اینکه دزدان تبدیل به یک پای قدرتمند شده بودند یک مسئله مشکل شده بروز کرد آنها معمولا بازی های قوی و منظم را می دادند اما در لحظه های اساس و پرسترس همه چیز از هم می پاشید. در سال 1999 پس از بردن شش مسابقه پیش سرم در تای فصل دزدان بازی نیمه نهایی را در مقابل تیم کچه های سنت لویز واگذار کردند در سال 2000 تنها یک بازی تا سوپر باول فاصله داشتن که در مقابل قاب های فیلادلفیا در هم کوبی داشتن و نتیجه را 21 به 3 گذار کردن بعد رقم باختن سال بعد همان اتفاق دوباره تکرار شد و دزدان با نتیجه 31 به نو از قاب ها باخت چانس سودشان از بین رفت یعنی به مراحل بالا نرفتن دانچی به من گفت که ما تمرین میکردیم و همه چیز سر جای خودش قرار میگرفت ولی وقتی با یک بازی مهم میرسیدیم دینگار تمام تمرین ها از بین می رفت بعد از بازی بازیکنان من می گفتن خب این یک بازی مهم بود و من برگشتم سراغ همون کاری قبلا می کردم می گفتم چرا؟ بالا همی بازی مهم است ما باید فکر کنم امی که می رفت سر فکر کردن از پیششان باخت می شد با عادت خود پای بند نمی مونده یا کردم که باید وظیفه را بهتر از این انجام بدم زیر استرس قرار می گرفت استرس خراب می کندم دیدین استرس داشته باشین سوال غلط می شه. چیزی واقعا می این بود که در بیشتر مواقع به سیستم خودمان اطمینان دارن اما وقتی همه چیز به با یک بازی بستگی داشت آن باور از هم می پاشی. در اواخر فصل 2001 پس از اینکه دزدان برای دومین سال پیاپی پی فرصت شرکت در سوپر باول را از دست دادند مدیر ارشد تیم از دانچی خواست که به منزلش برود او ماشینش را موترش را پای یک درخت بلوط بزرگ پارک کرد به خانه او وارد شد و سی ثانیه بعد اخراج شد دزدان بالاخره سال بعد با ساختارهای دانچی و بازیکنان و با تکیه بر های کو داده بود به قهرمانی سوپر باول رسیدن برشان گفت به در مسابقه مهم بود یا غیر مهم اونم کارهایی که میگم بکنیم تیم گفت بچه شن میکنیم رسیدن قهرمان شدن دانچی از تلویزیون میدید که سرمربی جاگزین و کاپ را بالای سرش کپا بلند میکرد خلاصه گپ مایی شد که از قسمت گپ ما شد که عادت ده کار خوبه برتان عادت بسازید ورزش عادت مطالعه کردن عادت برس کردن دندان عادت نماز عادت 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 زود صورت میگیره و سبی عادت خوب تا نمیشه استاده باشه پیش میریم حدود 60 نفر مادران فوتبالیست ها و وکیل ها در وقت چای صبح پیر مردان با تتوهای کمرنگ شده و ها با پدلون ها در یک کلیسا نشسته بودند و با سخنان مردی گوش میکنند که کمی شکم دارد نکتایی کم رنگ زده او شبیه به یک سیاست مدار و موفق میماند با کاریزمای گرم و ایتمینان از رای آوردن مجدد او میگرد نام من جان است و من یک الکولی هستم همه پاسخ دهند سلام جان جان در حالی که پشت تریبیون استادست میگوید اولین باری که تصمیم گرفتم کمک بگیرم وقتی بود که بازوی پسرم شکست من با خانمی در سر کار رابطه خارج از ازدواج داشتم و او به من گفت که میخواهد این رابطه را تمام کند پس من به یک میخانه رفتم و دو ودکا گرفتم و سپس به میز کارم بازگشتم و موقع نهار یا چای صبح با یکی از دوستانم به بار و رستوران چیلی رفتیم و هر کدام ما چند تا گیر خوردیم و سپس عدود ساعت دو با یک دیگر از دوستانم مکانی را پیدا کردیم که در وقت ساعت شادیش یکی بخر دو تا بر داشت یعنی بعض جای اینجا نوشته در بعضی فروشگاه یکی بخر دو تا جای پیدا نوبت من بود که کودکان از مک... کدکان را از مکتب برگردانم در آن زمان همسرم منوز از قضیه رابطه من بیخبر بود پس به سمت مکتبشان رانندگی کردم و آنها را برداشتم و وقتی در خیابانی در نزدیک منزل من که هزاران بار در آن رانندگی کرده بودم وارد شدم با شدت به علامت توقف سر یک چار را کوبیدم و وارد پیاده رو شدم و محکم به تابلو خوردم سام نام پسرم است کمربندی مینیش را نبسته بود پس به سمت شی جلو پرتاب شد و بازویش شکست آدم نشه نشکده بوده میبینی نشه چه قادرت است نشه موتر دوانده دستک بچه خود شکستانده روی داشبورد پر از خون بود چون بابینی و ششه خورده بود و شه هم شکسته بود و من به شدت ترسیده بودم این همان زمانی بود تصمیم گرفتم کمک بگیرم پس خودم را در یک کلینیک بستری کردم که دیگه بس نشه اولاد خود تباه کردم موتر خراب کردم زندگی خود رو به خطر خود سپس رخصت شدم بعد از یک مدت و همه چیز تا خیلی خوب بود برای حدود 13 ماه همه چیز عالی بود چیزی مصرف نکردم احساس میکردم کنترل همه چیز در دست من است و هر دو روز یک بار در جلساتی که موتادان سابق دوره هم جمع میشان شرکت میکردم اما در نهایت با خودم فکر کردم من, آنقدر هم بیچاره نیستم که بخوام با یک مشت الکلی جلسه دیگه در جلسات نرفتیم سایی کو غرور چیز بد است پلان کاری کردم که میشه سپس مادرم سرطان گرفت او از خانه دکتر به محل کار من زنگ زد و گفت دکتر به من گفت که می توانیم مان را درمان کنیم اما سرطان شما خیلی پیشرفته است اولین کاری که پس از قطع کردن گوشی انجام دادم این بود که یک میخانه پیدا کردم چون جگرخون شد سعی کنین دوستان نازنین جگرخون شدین پناه به خدا ببرین به مواد مخدر نبرین این آدم 13 ماه بس کرده بود مادر زنگ زد که سرطان هستم باز رفتم یک میخانه پیدا کردم و تقریبا برای دو سال بعد از آن دایم رو خمر بودم و تا این که همسرم با قهر مرا ترک کرد با الکل خوردنش مادر جور نمیشه دو سال پس الکلی دائم نشه خانمش هم کار کرد گفت که تو دیگه آدم احمق من نمیشه زندگی و دوباره قرار شد که من کودکان را از مکتب برگردانم در آن زمان واقعا وضعیت بدی داشتم یکی از دوستانم به من یاد میداد که چه باید کوکائین مصرف کنم و هر بعد از ظهر یک لاین مواد را در داخل دفتر کارم از طریق بینی مصرف میکرد و پنج دقیقه بعد یک قدری کوچک را تا حلقم میریختم و یک دیگر میکشیدم دیگه آدم نشایی خراب تبا میکنه لطفا در هر بخش نشستیم توقف بدین این کتاب زیاد کمکتان میکنه جمع سیمینار تغییر عادت ها گوش بود نوبت من بود که طفلا رو از مکتب برگردانم در حال راندن به سمت مکتب آنها بودم و کاملا احساس خوبی داشتم انگار من بر فراز همه چیز هستم و بود دیگه میشه و وقتی که چراغ سرخ بود وارد یک تقاطو شدم و یک کامیون بزرگ به ماشین من گفت یک تیلری زد در قد ماشینم را چپکت اما من حتی یک خراش هم بر نداشتم پیاده شدم و سعی کردم که ماشینم را صاف کنم چون با خودم فکر کردم که اگر بتوانم پیش از رسیدن پلیس محل را ترک کنم و خودم را به خانه برسانم دیگر همین چیز مرتب خواهد شد کوشش میکردم موترم استفاده کنم بگریزم البته موفق نشدم وقتی که پلیس مبارزه با مواد مخدر مرا دستگیر کرد به من نشان دادن که چطور سمت شاگرد در ماشینم کاملا نشده است و این جایی بود که معمولاً سامی می نشست اگر او در ماشین بود اتمن کشته می شد مرا گفت که سعی اون طرفی که طفل می شندم. مثلا اینجا جلو در طرف او جا بی خی دیگه موتر خراب شده بود اگر بچه می بود اگر نیزوز می بودم کشته شده بود و بازی برام یک سوال پیداشت شد شکر که نبود و این شیر خراب می کنه این کارا آره. را پس شروع کردم به شرکت مجدد در جلسات پس رفتم برای ترک ایدیو. و راهنمایم به من گفت که اصلا اهمیت نداشت که احساس میکردم کنترل همه چیز در دستان من است بدون یک قدرت برتر در زندگیم بدون اعتراف به اوز خودم هیچ چیز درست کار نمیکرد میگه تو ناق رفتی کلان کاری کردی جلسه ها را ایلا دادی جلسه را باید میبودی بودی به قدرت بزرگ باید تعظیم داشته باشی و عجز خود بپذیری پوگری اینجا به درد نمیخوره خودخویی به درد نمیخوره با خودم گفتم که اینها همه چرند است گپ من یک خدا ناباور هستم آتیست هستم اما میدانستم که اگر چیزی در زندگی هم تغییر نکند من فرزندان را به کشتن خواهم داد اگه نشیم تو دوام کنه یک روزی خود کشته بشونی دو دفعه خونه نجات یافت پس شروع کردم به کار کردن روی این موضوع کار کردن روی باور داشتن به با چیزی بزرگتر از خودم و این باور کاملا برایم کار میکند نمیدانم که خدا است یا چیز دیگر اما قدرتی وجود دارد که به من کمک کرده تا حالا برای مدت هفت سال پاک باشم و من از آن در شگفت هستم او خونه باور بود ما او شکر باور داریم خدا به خدا بسپار یک از راسخ غسل بگی گریه یک و سر جای نمازت از خدا بخوای که از نشوادت بد دورت کنه من هر روز صبح را بدون مستی از خواب بیدار نمیشوم منظورم این است که من هفت سال است که الکل نزدم اما برخی صبح وقتی از خواب بلند میشم احساس میکنم که آن روز زمین خواهم خورد و شاید دوباره سراغ الکل برم در آن روزها من چشم به قدرت برتر میدوزم و با راهنمایم تماس میگیرم و بیشتر وقتها ما اصلا در مورد نوشیدن و مشکلات سابق من صحبت نمیکنیم ما در مورد زندگی ازدواج شغل و گفتگو میکنیم وقتی میفهمیم مادی دوش گرفتن استم. یعنی دیگر حالم سر جایش آمده و خطر رقم شده میگه بعد صبح می باز سرم اما خدا به خدا میسپارم از خدا کمک میگیرم به رهنما و مشاورم زنگ میزنم خدا ما در نمیرم پناه نمیبرم هموطن نازنی بیا مای خانه بیا دوا بگی بیا برنامه را بشنو بیا در سیمینار اشتراکی نی کتاب بشنو ولی دیگه به مواد مخدر پناه نبر رای تباییست رای بیزتیست رای بی, بی شرافتیست چی بگیم دیگه بدترین یعنی یادم که تانست تخمی اولین شکاف ها در نظری که علت موفقیت الکل های گمنام تنها با برنامه مجددات مجدد ها شرکت کنندگان است کمی بیش از یک دهه پیش و توسط داستان زندگی الکل های مانند جان و ویدار شدند پژوهشگرا شروع کردن به دریافتن این حقیقت که جاگزین عادت برای بسیار از افراد خیلی خوب کار میکنند تا زمانی که استرس های زندگی مانند فهمیدن که مادر تان دچار سرطان است یا ازدواج تان در شرف از هم پاشیدن است خیلی شدید می شود که در این نقطه معمولا الکلی ها از واگن یا قطار و شیار پایین می و سراغ الکل می سر از کار کردن که چرا تا یک جای میرن با سختی پس سقوط میکنن ما سر از می کار کنیم که وقتی با سختی هم شخص مواجه شد دیگه به الکل پنا نبره و چی وقت میشه یک جاگزین خوب باشه مثل خوبترین جاگزین در زندگی ما حضور خداوند متعال است خب سوالی است که چرا جاگزین جا... آنها با کنکاش در داستانهای الکولیا پرداختند تا پاسخ این پرسش را بیابند و آنها دریافتند که های جاگوزین تنها زمانی بر رفتارهای جدید و دار تبدیل شد که با چیز دیگر همراه شود برای نمونه یک گروه گروی گروه تحقیقات الکل در کالیفرنیا متوجه یک الگو در مصاحبه شدند بارها و بارها های سابق یک صحبت را تکرار میکردند تشخیص معرک ها و انتقاب روال های جدید مهم است اما بدون یک مکمل دیگر عادت جدید ارگز به طور کامل کنترل رفتار را به دست نخواهد گرفت و در شرایط آد دوباره یاد و عادت قبلی فعال خواهد شد الکلی ها می که آن راز خدا است مصاحبه کردن که چی بالاخره پیدا کردن الکلی ها می که تنها یک چیز ما خوب نگاه کرده در راه یاد خدا خدا سپردن به خدا از ما دیگه به خدا ارتباط نزدیک داره بگیریم کمک کمک بگیریم دین موت کامل ترین است برای یک مسلمان احتیاط شرم است هر عادت بعد شرم است ایتیاد خوبی خیلی محققان این از این توزیم متنفر بودن زورشان میداد خدا چطور؟ اوخ خب مثلا بعضی وقت کسای کارهای ساینس میکنن به این باور نداره نه خدا چی باید پیدا کنند. اما نه اما تو بدن. خدا و روحانیت فرضیه های قابل آزمایشی نیستند چون آزمایش نمیشه اونو قبول نند. کلیساها مملو از الکلی هایی است که فارغ از ایمان و تقوا پیشگی دارند. به نوشتن الکل ادامه میدن اما در گفتگو با متدان بارها و بارها مباعث روحانیت مدتش. پس در سال 2005 گروهی از دانشمندان این باور وابسته به دانشگاه یو سی بر... بروکلی، دانشگاه بران و سازمان ملی بهداشت آمریکا شروع به پرسیدن در مورد انواع و اقسام موضوعات دینی و روحانی از الکلی ها کردند. سپس به دادگاه ها با داده ها نگاه کردند تا بینند که آیا هیچ ای ارتباط بین باور دینی و مدت زمانی که افراد در ترک بودن وجود داره یا خیر سر از کار کردند یک الگو پد... پدیدار شد داده ها کی از این بود که هایی که تکنیک های جاگزونی عادت را انجام میدادند اغلب می تا زمان یا که در زندگیشان پیش بیان در ترک بمانند و پس آنها حتما تعداد از آنها بدون توجه به اینکه چه تعداد های جدید را وارد دوباره به سراغ می تعداد الکولیس یا هر عادت بدی که دارن، درست است الکولی موتاد بعدش ای الکولی ترک میکنه ترک ادامه داره ادامه داره ادامه داره تا یک سختی در زندگیش می سختی سختی در زندگیش آمد دوباره شروع دوباره احتیاط اما این دیدن که دینی سختی ها بعضی ها که یاد خدا میکنن خدا به خدا میسپارن هنوز ترک ادامه پیدا میکنه و پاک می باشند. اما از طرف دیگر آن الکولی هایی که مثل جان در بروکلین باور داشتن که قدرت برتر وجود دارد که وارد زندگیان شده به احتمال زیاد می توانستند دوره های استرس شدی را بدون بازگشت به ایتیاد به سر می خدا به خدا ما بارها در ماینه خانه دیدیم بعضی همه میگه شدید متاد بودم باز پدرم مرا حج برد همون جه حج کدم قسم خوردم آمدم دیگه ایتیاد نکرد این تخنیک است باور دیم. خدا به خدا بزبرد. وقتی که افراد می آموختن که چطور به چیزی باور داشته باشن این مهارت شروع به جاری شدن در دیگر جنبه های زندگیشان میکرد تا جای کم کم باور میکردن که میتونن تغییر کنند باور آن مکملی بود که یک عادت باسازی شده را به یک رفتار دائمی باور قدرت باور انسان است و باورهایش باور خوب بسازید تونیگان محقق پانتون نیو مکزیکو گفت من سال گذشته این را نمی گفتم یعنی دانش ما در این زمینه با این صورت در حال تغییر است اما ظاهرا باور واقعا حیاتی است لازم نیست که حتما به خدا باور داشته باشید اما حتما لازم است که قابلیت این را داشته باشید که باور کنید شرایط حتما بهبود خواهد یافت خب اینا خدا نوار است ولی ما و شما باور ما به خداست که خداوند کمک ما میکنه و همه چیز میشه خدا به خدا حتی اگر افراد اگر به افراد عادت های بهتری بدهید این موضوع علت اصلی این است که چرا آنها اصلا در ابتدا شروع به مصرف الکل کردن را اصلا نمی کند نهایت آنها یک روز ناگوار خواهند داشت که هیچ روال جدید نخواهد تانست کاری کند که همه چیز ظاهر خوب شود اما چیزی که می تواند تفاوت بین گذشته و حال ایجاد کند باور داشتن به این است که آنها قادر هستند بدون الکل هم استرس پیش آمده رو پشت سر بگذارند اینی باور اگه ایجاد شد که تو زید... نیاز نیست بهله مشکلت بچرس به و که و الکول پناه بری بدون زیام راه های الاس ما این خانه ولی دکتر سه اگر چرس نکشم درس خونده نمیتونم اگر چرس نکشم کار پروژه رو نمیتونم تو خود خراب میکنی ما روزم پروژه تیر ولی امروز دواهای تحریک کننده ذهن است نیاز, نیاز نیست که تا مواد مخدر به اینجا برسی به نام باور به خدا و باور به توانای خود میتونه مشکل حل کنه انجمن الکلی های گمنام با قرار دادن الکل الکلی ها در جلساتی که در آنها باور داده می شود در حالی که عملا باورها بخش مشت امیر لطفا دکتر سایبا مراکز ترکی اعتیاد می صحبت های را تعقیب کنید اینا به درد می شما مثلا بعضی ترک میکنه چند وقت بعد پس شروع میکنه باور اسلام نمی باور باید جور شد. باورها بخش مشترک بین هر دوازده قدم است و به افراد آن قدر تمرین میدن که چگونه به با چیزی باور داشته باشند تا اینکه آنها به برنامه و خودشان باور پیدا کنند این انجمن به افراد اجازه میدهد که تمرین کنند که باور داشته باشند که شرایط حتما بهبود خواهد یافت تا اینکه همین اتفاق در واقع نیست محقق شود در ذهن باور کنند در زندگی لی آن کاسکوتاس یکی از دانشمندان ارشد گروه تقاط الکل گفت افراد در الکلی های گمنام بالاخره در از زمان به دیگر افراد حاضر در اتاق جلسه نگاه میکنن و با خود میاندیشند اگر این روش برای آن فرد کار کرده است فکر میکنم برای منم میتونه کار کنه وقتی می یه ای الکول ایلا داده ای ما میتونم خیلی چیزی بسیار قدرتمند در مورد گروه ها و تجربیات مشترک وجود افراد ممکن است اگر با خودشان تنها باشند در مورد قدرت خودشان باید تغییر شکاک باشند اما یک گروه آنها را معتقد خواهد کرد که ناباوری را متوقف کنند یک جامعه باور را تشکیل میدهد یادتان باشه جامعه خوب باورهای خوب ایجاد میکنه جامعه بد باورهای بد در وطن ما مثلا باور است وطن ساخته نمیشه رشوت بخود ده جان بزن تقلب کن هر کس ده جامعه پای میمونه شده میره نه اینا رسوا اصلاح کنیم وقتی طرف انسانهای خوب دیگه میبینیم ما خوب میشیم وقتی که جان داشت جلسه الکلی گمنام رو ترک میکرد من از او پرسیدم که چرا این برنامه این بار برای او کار کرده است اما دفعه گذشته برای شکست خورد او به من گفت وقتی که پس از تصادف با کمیون شروع با آمدن به جلسات کردم فرد یک نفر دعوت طلب خواست که برای جا کردن چوکی کمک کند من دستم را بالا بردم کار سختی نبود تنها پنج دقیقه زمان برد اما خوبی داشت که کاری میکنم که فقط برای خودم نبود فکر کنم آن عمل خیرخانه یک کوچک مسیر جدید من را آغاز کرد گفت کی چوکی را جور میکنه؟ من خیستم کمک کردم کار خیریه کنید کار بر دیگر خوش نگایتان میکنه من همیشه و شفخونه نوکری بودم از دیروز از شفخونه فکر کنین تا شو شو تا سو آمدیم اینجا از صدای خستگی را احساس میکنیم کمخوابی را احساس میکنیم از صبح تا شام برنامه سب میکنیم شام برزارم. از مریضم که خلاصت اکسلاید ملایدی بر سیمینار خود جور کنه یک صفحه درس می اما چی قدرت برای من باور به خدمت به تو هم خدمت به وطن و رضای خدا دفعه اول من آمادگی تسلیم گروه شدن را نداشتم اما ما وقتی دوباره برگشتم دیگر آماده بودم که شروع به باور داشتن به چیزی بکنم او دفعه میگه من باور جور نکرده بودم دوستای نازنین تا اینجا را که شاء فهمیدیم فهمیدیم ما همی خلاصه مطلب را بر شما بگویم یکی از دانچی ما و شما فهمیدیم عادتها تغییر داد محدود ساخت گفت از زیاد پراگندگی ذهنی و از تصمیم های دو وقت کار بپریزین فقط آنقدر کارتان تمرین کنین و اتومات با سرعت زیاد دنیا دنیای سرعت است دوم یاد جان که الکل میخواست ترک کنه چی وقت به ترک شروع کرد وقتی که یک جای دید که این پیش نمیره دید که اولاد خود کم از کشتن بتا ما وقتی تغییر میخوایم بکنیم که زندگی ما به بنبست نرسه ما از شما میخوایم منتظر از او روز نشینید که خدای را خواسته سر اولادتان بشکنه نه از این روز عادت های بد معلوم است در سیمینار تغییر عادت های یک لستی از عادت های بد ها گفتیم تغییرش بدیم ناوخیزی تنبلی قلمغال اب هر کدا سگرت این عادت های بد است و امکان تغییر موجود است وقتی از متخصص کمک بگیریم وقتی الگوهای باشه برای دیدن وقتی خدا به خدا بسپاریم وقتی باور خود اصلاح کنیم ما میتونیم تغییر کنیم با امید تغییر کل ما شما با امید ساختن عادت های خوب برنامه را اینجا توقف میتیم باز به خیر ادامه بحث خود در درس 14 پیش خود بردیم یک جان سپاس او زیاد براتون میخوایم برنامه را بشنویم ببینین آه ولی یک وقتی هم میرسه که این برنامه با عادتتان تبدیل شود که بدون خستگی با لذت تمام و کمال شما تقیب کنید ولی چند روز با وجود خستگی هم تقیب کنید دوستتان دارم